شب ها سیاهه اما چشمم به راهه، اگه اوضاع خرابه شاید این هم یه خوابه. اگه تنها نشستم دل به فردا نبستم، بیا بنشین کنارم که بی تو سرد و خستم. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. اگه جایی نمونده همه راه ها رو بستن، اگه چیزی نداری واسه موندن یا رفتن، اگه راهی نداره که اوضاع رو براشه، بیا تا هم صداشیم شاید از غصه رهاشیم. عشق روی تو شد نصیب من. ای حبیب من، هم رفیق من، عشق روی تو شد نصیب من. الهی شد به خاطر این همه عشق و محبت و انرژی خوب. متشکرم، منتدار قدوم مبارکتون هستم. تمنا میکنم بفرم. الهی با امید تو یا یگان رفیق بی رفیق، از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است، جایی برای کینه دشمن نمانده است. سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدین. گروه بنده با عشق بومرانی، حالتون چطوره؟ خیلی باحالن نه؟ دیگه نمیپرسم که دوستان آماده این یا نه، چون واقعا آماده این. الهی دلهای ما رو به هم نزدیک کن تا بتونیم در کنار هم دیگه و به اتفاق همکاران خوبم در برنامه هم رفیق امشب مهر و عشق و رفاقت رو به وجود بیاریم. مهمان عزیز امشب من یک دوست خیلی خوب، یکی از بازیگران شایسته و دوست داشتنی سینما ایرانه که ما یک سابقه رفاقت خوبی هم با هم دیگه داریم. خانم آقایان، خواهش میکنم استقبال بفرمایید به همراه بنده از پژمان بازقی. یارامد این صدای پای او، این همان ناهنگ پای او که جان آشنای او، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای اوست، آمدان امید قلبم که روی چشمم جای اوست، آمدان
امید قلبم که روی چشمم جای آمد آن امید قلبم که روی چشمم جای آقا سلام هستید قربونت برم بفرمایید خواهش کنم متشکرم پژمان عزیزم سلام به ماهت قربونت برم فدات خوش اومدی قربونت برم مشتاق دیدار قربونت برم به همچنین خیلی سال شدم دیگه ندیدیم ما به هر حال دعاگوی شما هستیم آقا مخلصم به نام حضرت دوست که هر چه داریم از او سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که در شرایط رعایت پروتکل های بهداشتی تشریف آوردن خیلی ممنون متشکرم خیلی لطف داشتن ها خیلی واقعا توی این اوضاع از خونه بیرون اومدن واقعا کار خطرناکه ولی با عشقشون بله واقعا ما رو سرفراز کردن و خیلی ممنون از دعوت شما عزیزی. خیلی خوشحال شدم خیلی هم استراب دارم راستش رو بگم خیلی وقت بود برنامه نرفته بودم اونم یک برنامه شایسته مثل برنامه شما عزیزی. که دوست عزیز فکر می‌کنم 20 چند ساله ای شد که با هم دیگه رفاقت آره، آره. داریم و خیلی خوشحالم و راستش بگم قلبم داره تون تون میزنه دیگه حالا اینجا اصلا برنامه اینجا یک گعده و یک نشست خودمونیه منم این برنامه رو بهانه کردم که در واقع بتونم دوستای خوب و قدیمیمو ببینم بله تو که یکی از اون قدیمی ها و باحالاشی عزیز دلم چه میکنی با اوضاع احوال اوضاع احوال میسازیم دیگه مثل همه و خیلی خوشحال نیستم راستشو بخوای و نمیخوام بگم افسردم نمیخوام فاز منفی بدم اومدیم یک برنامه شاد داشته باشیم ولی با این اوضاع احوالی که مردم دارن آدم نمیتونه خیلی خوشحال باشه بخاطر ما هم بخشی از مردم هستیم همیشه میگم این فقط واقعا در حد یک شعار نیست ما هم از توده مردم هستیم و حالا یک شغل یه ذره متفاوت تری داریم ولی همونقدر هم فشار داره به ما همکارانمون میاد همونقدر این مسئله اقتصادی داره فشار میاره ولی تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم بخشی از آینه مردم باشیم تمامش رو نمیتونیم باشیم و سعی کردیم حالا در کارهایی که انجام میدیم در برنامه‌هایی که میسازیم بتونیم یه کوچولو بگیم که آقا ما هم کنار شما هستیم پشت شما هستیم و فکر میکنم که مردم این رو متوجه میشن حفظ روحیه این روزا واقعا یه خود کار سخت و مشکلی شده مالا این برنامه نمیدونم اصلا در کنداکتور پخش چه تاریخی پخش بشه ولی الان که داره ضبط میشه یه خود در واقع غممون سنگین تره این روزها عزیزانی رو داریم از دست میدیم به خاطر بیماری کرونا که واقعا داغیست بر واقعا. پیکره هنر این سرزمین جناب آقای چنگیز جلیلوند گوینده و دوبلور پیشکسوت و پرسابقه به رحمت خدا رفتن و همینطور کارگردان و نویسنده خوب آقای کامبوزیا پرتوی درشون دست بزنیم اشکال نداره به احترامشون اندکی سکوت کنیم و بعد یادشون رو گرامی بداریم خداوند روحشون رو قرین رحمت خاص خودت قرار بده. آمین. الهی آمین. پژمان جان، این اوضاع احوالی که الان داری میگی اتفاقا خیلی ایجاب میکنه که این آتش مهر و شعله محبت و گرمای دوستی و رفاقت رو سرپا نگه داشت. بله یعنی این آتش اگر خاموش بشه این شرایط باعث میشه همه منجمد بشه در دوره هم زندگی میکنیم که درباره هر چیز خوبی که میخواییم صحبت کنیم سریع یه وصله شعاری بودن بهش چسبیده میشه و دیگه مردوده در واقع میخوای درباره هر ارزش و هر چیز خوبی صحبت کنیم میدونید چرا من این حرف رو زدم؟ امروز من یک در واقع استوری گذاشتم برای کاموزی عزیز که به هر حال ما نسل ماها با فیلم های کودکش خاطره داریم با زمانی که وارد سینما شدیم با فیلم هاش فیلم ترانزیت فیلمی بود که بالاخره ماها دیدیم سینما رو شناختیم
بعد یه خانمی برای من دایرکت زده بود که مردم عین جملهش بود. مردم عین مور و ملخ دارن میبینن و شما فقط خودتون رو میبینید. یعنی اینکه انگار مردم رو وقتی از ما جدا میکنه آدم یه ذره ناراحت میشه. میگه بابا ما که فرقی نمیکنیم. ایشون همکار من بوده و من واقعا عمیقا آزرده شدم از اینکه ایشون به رحمت خدا رفتن و میدونم که امید به زندگی داشتن و حالا برای یک همکارم برای آقای جلیلمن من باشون همکاری داشتم در فیلم آقای الوان این سیب هم برای تو چیکار میشه که ما الان نمیتونیم یه تشییع با شکوه براشون بگیریم به پاس زحماتی که در این طول این سالها کشیدن نمیتونیم به خانوادهشون سر بزنیم حالا برای اینکه رعایت بکنیم ما هم جزء مردمیم دیگه فرق نمیکنیم که و خیلی ناراحتم که شباب گفتم که آخه چه فرقی میکنه ما هم مردمیم دیگه چرا فکر میکنیم ما از یک زاویه دیگه ای نگاه میکنیم شما از یک زاویه دیگه ای نگاه میکنید هر چی ما میگیم حتما پشمندش یک شعار زدگی یا یک بخش سیاسی توش وجود داره اصلا اینجوری نیست ما کارمون کار اجتماعیه به قول شما قراره که آتش مهر و محبت رو در دل مردم زنده بکنیم نگهش داریم بتونیم خانواده‌ها رو کنار هم نگه داریم هی بتونیم کارهایی رو انتخاب بکنیم بازی بکنیم بسازیم برنامه‌هایی رو بسازیم که شاید یه بخشش حدیث نفس خودمونه و زندگی خودمونه که به تصویر می‌کشیم یا حرفایی که می‌زنیم مثلا بخشش از بخش مهمیش از زندگی خودمونه ولی اینکه اینقدر ما رو جدا می‌کنن من یه ذره آزرده می‌شم و فکر می‌کنم که حتماً اشکال از منه دیگه من پژمان بازرگانی کاری نکردم که شما با من همزاد پنداری کنید فکر کنید که منم میتونستم الان اونجا نشسته باشم پژمان شاید به خاطر یعنی بعدم نیست اگر تو ما یه حس رفاقت خوب نسبت به جامعه و مردمی که داریم در کنارشون زندگی میکنیم داشته باشیم گاهی اوقات رفیق باید سنگ صبور رفیقش باشه بله دیدی مثلا یه رفیقی هست میاد بهت میگه که آقا بیا دادتو سر من بزن خالی شو اصلا منو بزن شاید این نقشی که ما الان باید ایفا بکنیم آخه داریم ایفا میکنیم ما هم خیلی از اتفاقات میفته والا دستمون رو گاز میگیریم صدامون در نیاد ولی ما هم دلمون میسوزه ما هم جگرمون خون میشه ولی نمیتونیم یک سری کارهایی رو انجام بدیم اگر باعث میشه که دلشون سبک بشه گاهی به اشکال نداره سر ما خالی کنن اشکال نداره دوست اشکال رفاقت به درد این به درد همین روزا میخوره پس به نظرم خیلی جای دلگیری نداره تو شرایطی هستیم که همه بهتره که همدیگر رو بیشتر درک کنیم بله چون استکاک شرایط به اندازه کافی بالا هست ما دیگه زبرترش نکنیم حالا چه جوری شو اینا رو با هم گپ میزنیم پژمان جون تعریفت از رفاقت چیه رفاقت ببین ما خیلی دوست داریم اما رفیق کم داریم خیلی ها با ما دوستن خیلی ها با ما میرن میان ولی کسی که رفیقت باشه اصلا ممکنه سالها هم ندیده باشیش به نظر من کسی باشه که بتونی بری حرف دلت رو پیشش بزنی بدونی سینش صندوق اسرار زندگی توه بدونی که 2 ساعت باش میتونی توی یه جایی راه بری من فکر میکنم مهمترین حالا سینماییشو برای شما تعریف کنم فیلم هامون رو اگر کسی دیده باشه مرحوم خسرو شکیبایی در نقش حمید هامون دنبال یه رفیقی میگشت که ما هیچ وقت تو فیلم پیداش نمیکردیم علی عابدینی و قرار بود که تمام در واقع اسرارش رو بره به این دوستش بگه و بار دلش رو اونجا خالی کنه من فکر میکنم رفاقت رو اگر کسایی که فیلم رو دیدن متوجه بشن این نیست که ما چون هر روز و روزمرگی رو مثلا ممکنه با چند نفر بگذرونیم فکر بکنیم که اونا با ما رفیقن رفیق کسیه که عمیقا در تو میتونه تأثیر مثبت بذاره رفیق کسیه که میتونه مهم نیست برات چه سفره‌ای میچینه مهم نیست برات چه کاری انجام میده ولی مهم اینه که بشینه با یه لبخند نگات کنه میگه حرفتو بزن درد دلتو بگو چی تو دلت میگذره چجوری میتونم کمکت کنم به نظر من چیزیه که واقعا خیلی کم و به ندرت در طول حیات آدم میتونه آدم به یک رفیق برسه بقیه دوستان خوب هستن دوستان صمیمی هستن دوستانی هستن بسیاری دوستان کاری داریم هر کسی به واسطه شغلش چند همکار داره ولی باید ببینیم چند تا رفیق داره معمولا هم رفیق میگن هر چیزی نوش خوبه رفیق کهنش به نظر من رفیق کهنش خیلی با ارزشه پس محرمه به نظر من سنگ صبور محرم
محرمه که تو در واقع میتونی اسرار دلتو بهش بگی. دقیقاً. پس خیلی قابلیت‌های دیگه هم لازمه، یعنی باید برای محرم بودن وقت چه قابلیت‌های لازمه؟ حتما قابل اعتماد بودن یکیشه. نمیدونم، فکر می‌کنم نزدیک شدن دل دو تا رفیق به هم دیگه میتونه یه چیز دلیه واقعا. نمیشه مثلا میگه خب من میخوام مثلا ایشون دوست صمیمی من باشه یا رفیق من باشه، میتونه دوست من باشه. آره، باید پیش بیاد، باید اتفاق بیفته. سهراب میگه بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است، و این نگاه انتخابی نیست. حالا بخوام تعبیر رفاقتی بکنیم، یه دفعه رفیق میشه، یعنی یه دفعه واسه پیش میاد، یه دفعه مثلا میبینی با یکی انگار سالهای سال صمیمی، انگار همدیگر رو سالهاست میشناسی، 10 دقیقه اصلا نشستیم با همدیگه. ممکنه مثلا توی نیمکت یه پارک باشه یا توی یک رستوران باشه، مثلا یه نفر بیاد بشینه بگه آقا شب آقا من میتونم بشینم اینجا غذامو بخورم، بعد بشین با همدیگه حرف بزنیم، ببینید انگار مثلا تو سالیان سال این آدم رو میشناسی، بعد سفره دلتو وا میکنی و اون ممکنه بره و دیگه هیچ اثری ازش نمونه، ولی یه دفعه 10 سال بعد بگی یاد فلانی افتادم، یه زنگ بزنم بهش ببینم حالش چطوره، برم یه درد دلی باش بکنم. من رفاقت رو اینجوری تعبیر میکنم. با خودت چقدر رفیقی پژمان؟ خیلی کم. جدی میگی؟ حالا خیلی بیرحمم. چرا؟ علیه خودم. چرا؟ نمیدونم، بعضی وقت سختگیری به خودت؟ آره نه، خیلی بیتوجه هم بیشتر تا سختگیر. یعنی کم میخوابم، زیاد کار میکنم، استراحت ندارم. باورت میم شاید سخت باشه، همه میگن هنرمندا بابا میگیرن میخوابن تا ساعت و لنگ زور، من وان هر روز 7 صبح میشم جو راه میرم فکر میکنم راه میرم پشت فرمون نشستم، امکان نداره بتونم موسیقی گوش کنم، هی فکر میکنم و بعضی اوقات به خودم میگم بابا گاهی دلم برای خودم تنگ میشود، گاهی دلم برای بچگیام تنگ شده، برای جوانیام تنگ شده، بعد همش مشکلات، همش داری فکر میکنی، همش داری خودتو تخریب میکنی، چه خبرته؟ چرا اینقدر خود به خودت بیرحمی؟ یه ذره به خود رحم کن، یه ذره مال خودت باش، با بدنت مهربون باش. ما دیدیم که سر صحنه مثلا میگن آقا اینو بدلکار بپره بهت برمیخوره، نه آقا خودم میپرم، خودم باید انجام بدم. میخوری زمین، دستت میشکنه، پات میشکنه، انگشتت میشکنه، بعد میگی آقا این یک چیزی اختراع شده به اسم اینکه یه نفری هست تخصصش در سینمانه که بدلکاری انجام، حالا لزومی نداره که اصلا خودت این کار انجام بده. اینقدر دست و پامونو شکوندیم سر صحنه، اینقدر بیرحمی کردم به خودم و خیلی از خودم به خودم راضی نیستم، به خودم بد کردم، کم گذاشتم. بیشتر باید بهش میرسیدم، بیشتر کتاب میخوندم، بیشتر روحم رو آروم میکردم، این روزمرگی رو میذاشتم کنار، این اشتیاق و ولع کار کردن رو همه ماها داریم. مثلا ما روزی نیست که مغزمون بیکار بشینه، مطمئنم که فراغت بله. و یکی از آرزوهام شهاب اینه که بتونم یک پولی جمع جور بکنم، یک باغی بخرم و برم در بازنشستگی بتونم کشاورزی کنم. همیشه یه اتفاق جالب تو باغ تنهایی جواب نمیده ها، رفقای خوب باید دعوت کنیم. نه، رفقا رو دعوت میکنیم، من جمله بچه های بومران. آقا چقدر خوشتیپ و باحالن همشون. برای بچه های بومرانی دست بزنیم. باغ خلاصه تنها نداری، باغ داریم. قبل از اینکه بخوایم بریم بخش بعدی و سوال بعدی، من همش فکر میکنم شب میتونم برم شمال زندگی کنم. خب اصالتاً گیلانی هستیم و فکر میکردم همیشه میتونم اونجا. یه اتفاق عجیبی تو یک ماه گذشته واسه من افتاد و شاید بگم ذهنم رو دیگرگون کرد. ما به واسطه اولین فیلم خانم ستاره اسکندری رفتیم بلوچستان، رفتیم چابهار. کارگردانی ایشون؟ بله، ایشون کارگردان. زنده باد. و من براشون ان شاء الله موفق باشه. خانم اسکندری خیلی سابقه آشنایی دوستیه، ایشون از دوستان صمیمی خواهر من بله هستن و همراه و همینطور خانم لاله اسکن از زمان دوران مدرسه راهنمایی اون. بله، سابقه دوستیتون که خیلی قدیم. بله. و من خوب. آره، رفتم چابهار، یه یک ماه اونجا بودم. اگر تشریف نبردید حتما یک سر بعد از دوران قرنطینه و با رعایت تشریف ببرید. بسیار اونجا منو تحت تاثیر خودش قرار داد، نمیدونم چرا، نمیدونم شاید خیلی شنیدم جغرافیای زیبایی داره. ببین اولا که جغرافیای زیبا، مردمان بسیار مهربون و فکر کردم که حالا چه کاری، من این همه سرسبزی دیدم تو زندگیم، میتونم برم یه ذره با دریا، با کویر، جایی که واقعا جایی که کویر وصل میشه به دریا و بی‌نظیر، اقلیمش بی‌نظیر، مردمانش فوق‌العاده‌ن و
شاید یک اتفاق دیگه ای هم که بود این بود که اصلا شبیه ماها نیستن، اصلا در قید و بند این تجملات امروزی حالا شمال و جنوب نیستن واقعا، به لباسشون احترام. بعد ادبیاتشون، ادبیاتشون عجیب بود. مثلا برای تشکر میگفتن منتوارم، یعنی ببین چقدر قشنگه منتوارم، یعنی ببین چقدر زیبا بود. یک جمله بود که من باید در فیلم میگفتم به اسم این که میگفتش، میگه گاه و بی گواها، یعنی فارسیش میشه گم و گور میشم، ولی در ترجمه این به اینش میشه گاه و یعنی میروم بی گواها، یعنی کسی گواهی نداده است که من را دیده است. ببین چقدر قشنگه، یعنی انقدر علاقه من شدم به گاهی گواها چون باید بلوچی حرف میزدم. آره. کلی یاد گرفتم اونجا و خودشون با خودشون خوشحالن. این از همه چی مهمتر بود. من پرسیدم خیلی جالب بود، گفتم چند وقت بارون نیومده اینجا؟ گفت 7 سال بارون نیومده. 7 سال مگه میشه توی یه جا مردمش بارون نبینن؟ واو. چه تحملی دارن؟ یعنی 7 سال تو هر روز تو گرمای 40 درجه زندگی کن، چقدر مقاومت میخواد. میگم فکر میکنم دوران بازنشستگیم بتونم برم شما، الان دیدم که میتونم سمت بلوچستانم زندگی طرفا. بله. آره اونجا اگر انشالله یه همتی بالاخره صورت بگیره، شاید هم این همرفیق بتونه یه کارایی در این زمینه بکنه. حالا همین الان خلق و فساعه داریم راجبش صحبت میکنیم، بحث تأسیس یه سری آب شیرین کن واقعا لازم داره اونجا الان، خیلی مدرسه یک... بله البته موارد عمرانی دیگه. مرسی. خیلی حرفای غم انگیز زدیم، بذاره شاد بشیم. نه یه جوک خوب تعریف نه یه جوک خوب تعریف رفاقت من آقای حسینی واسهتون تعریف کنم، فکر میکنم مثلا خود شبیه یه جوکه. اعتماد داشتم پس از باران میدیدم، بعد یادم اون روز افتادم. من آقای حسینی تقریبا با هم دیگه شروع کردیم سینما رو و تو هر دفتری میرفتیم مثلا میرسیدیم شهاب نشسته بود روبرو، بعد من بعد دیگه به سلام علیک رسیده بودیم. سلام علیکم خوبی شما؟ همش با هم روبرو میشدیم، با هم روبرو میشدیم برای بعد زنگ میزدم بهمون و میگفتم مثلا بیاین و ما فرم پر میکردیم، آقا تعارف که نداریم، فرم پر میکردیم، از عکسامون زنگ میزدم و میرفتم میدم شهاب هم نشسته، بعد میگفتم اه. بعد دیگه آخرش به این جوک رسیدیم، گفتم ببین اگر روشن بخواد منم، اگه تیره بخوام تویی. بعد باور کن بعد یه جا رفتیم مونده بودم بین تیره روشن، شهاب یه موتور داشت، یه هندیکم در آوردن، گفتن موتور داری؟ گفتش که بله من موتور دارم. گفت یه دقیقه بیان آقا فلانی دستیارش، اون آقا دستیار اسم نمیبره، گفتش که برو با هندیکم از اینا در حال این اتودو بزنن که مثلا کیف یه نفر رو زدن سوار موتور میشن گازش رو میگیرن میرن. با موتور شهاب جواب اون تست داده تو خیابون بهار بود. بعد من انتخاب شدم. بعد برای پس از باران زنگ زدم دوباره رسیدیم به هم دیگه، آقا خوبی همه چی خوبه؟ گفتم فکر کنم تو انتخاب بشی. که بعدم شهاب رفون نقش رو بازی کرد، یادش بخیر. سختی زیاد کشیدیم ما به این موضوع، هم فکر کردیم چیز بگیریم، تو لنز تیره بگیری، تیره بگیر. من لنز روشن. یادش بخیر. بلکه اینجوری بتونیم یه کاری بکنیم. 24-5 سال از اون روزا میگذره واقعا. یه تبریک، من هیچ وقت نیدمت به تبریک بگم، این که به هر حال معتبر ترین جایزه بازیگری جهان رو شما گرفتید، باعث افتخار ماست. دادن؟ نه ما نگرفتیم. نه اینو نفهمید، تلاش شماست و همیشه شهاب حسینی. نه آقا چی؟ نه اینجوری هم نفرمید. و من هیچ وقت ندیدمت که رو در رو این ابراز خوشحالیم رو به شما بگم و مخلصم بگم که ما افتخار میکنیم به وجود شهاب حسینی در... من مثل هر کس دیگه ای واقعا دارم تلاش میکنم فقط سهمی از بودنم رو ادا بکنم واقعا، چون به ما خیلی به همه داده شده، حتی فقیرترین آدم ها هم از تعداد نعمتایی که دارن از اونایی که ندارن خیلی بیشتره. بهم داده شده و شکر، فقط یک شکرانه داره. من
احساسم اینه. و خدا رو شکر که در بودنمون تونستیم یه بالاخره از یه چیز ناقابلی از همون بر اومد. اختیار ما، من به عنوان یه ایرانی باعث غرورم بود وقتی اونجا اسم شما رو اعلام هستن. کردن حالا منهای غرور سینمایی که افتخار کردیم که سینمای ما در ایرانی های سرافراز خدا رو شکر زیادن، خیلی زیادن. یعنی هر جایی که شما مثلا در هر کشوری هم که بری واقعا ایرانی های خیلی موفق و سربلندی رو میبینی و افتخار میکنی به حضورشون. و چرا وضعمون اینجوریه؟ همشون جمع کنیم بیان اینجا درست شد؟ نه، یه مقدارم مثلا دوستان شما مثلا نام پروفسور علی جوان رو شنیدین؟ اونایی که شنیدن دستاشون بیان بالا. پروفسور علی جوان یک نفر که چند وقت پیش هم در واقع به رحمت خدا رفتن، یک پروفسور ایرانی بودن و ایشون رو به نام پدر لیزر میشناسن. ایشون در جوانی به آمریکا مهاجرت میکنن، زبانشون هم خیلی مثلا تکمیل نبوده، بعد اونجا در دانشگاه یه سری قوانین، حالا به هر حال یه سری در واقع فرمول ها و مسائل فیزیک بوده که ایشون خیلی عالی اینا رو حل میکرده ولی نمیتونسته اینو درست ابراز بکنه. تا اینکه استادی، یه استاد آمریکایی اونجا یه دفعه راه حلاشو میخونه و خیلی تعجب میکنه که تو این راه حل از کجا پیدا کردی؟ و این میگه که خب طبیعی اینجوری باید باشه. و این باعث همکاریشون میشه و ایشون موفق، آقای پروفسور علی جوان موفق به اختراع لیزر میشه که امروزه در دنیا میبینین چقدر کاربرد داره. یکی از کاربرداش میدونی چیه؟ توی شهرآورد میندازن تو چش دروازه‌بان. نه اون لیزر. چه کاری آخه نویزر داره میکنه بابا؟ چشش درد میگیره، برای چی میزنن تو چش دروازه‌بان؟ نه، و حالا به هر حال انشالله خدا قسمت اگر بکنه فیلمی اصلا درباره همین پروفسور علی جوان شاید اون بر بشه کار کرد که حداقل آشنا میدونین موضوع اینه. میگم یعنی ما خودمون هم یه مقداری دیگه مثل قدیما جستجوگر نیستیم، چون الان جستجو اومده سراغ ما. یعنی انگیزه هامون یه خود کمرنگ. موافقم. نمیریم بگردیم پیدا کنیم، ورق بزنیم، هی سر یه دونه سرچ میکنیم و خداوند گوگل را آفرید. و واقعا هم اون سرچ هایی که میکنیم اطلاعات کاملا سطحی به ما میدینی. بله، مثلا همین گوگل ترنسلیت، شما یه متنی رو از فارسی و انگلیسی میخواین ترجمه کنین، تا کافیه بدیم به گوگل ترنسلیت خنده‌دارترین ترجمه رو. من یه فیلم اینجوری کار کردم، یا انگلیسی رو بدیم فارسی بکنه، اصلا یه زبان فارگلیسی یه چیز عجیب غریبی ازش در میاد و جواب نمیده. نه اتفاقا، نه واقعا موافقم با شما. ساز مورد علاقت گفتی بنجوه. من نمیدونم بچه ها تونستن برات بنجو مهیا کنن یا نه، ولی دیگه چیه؟ ببین، من گفتم یه جور گیتار مدرنه دیگه. یعنی من همیشه به گیتار علاقمند بودم در جوانی و مینوازی؟ جا مینوازی؟ خیلی سال دست به گیتار نزدم. یه ماجرای عجیبی داره، شایدم حالا وصل سرور باشه میتونید قشنگ در بیارید، بذارید یه گوشه بذارید فقط هیچی در نمیاد. آقا من خیلی بچه تنبلی بودم تو درس. چطور میفهمی؟ آره، من دوم دبیرستان رد شدم راستشو بخواید و باعث خجالت خانواده بودم. یعنی همه خانواده ما، من پدر بزرگم اولین مدیر دبیرستان های استان گیلان بود و دو تا از عموهای پدرم بهترین دبیرای ریاضی استان گیلان بودن، هنوزم مثلا بگید قدیمی ها میشناسنشون. بعد مثلا داداشم رتبه 300 کنکور بود، بعد منم نوه سوم بودم، من 7 تا تجرید آوردم. بعد به افتخارشون. بعد تا جایی که دیگه بابام گفت آقا من اصلا نمیتونم تو رو نگه دارم، والا به خدا خیلی شیطون بودم. بعد من رفتم خونه مادر بزرگم، خدا رحمتشون کنه، کنکور پدر بزرگ مادر بزرگم و خدا رفتگان شما رو بیامرزه. خب پدر بزرگم فرهنگی بود، مادر بزرگم بسیار زن مقتدری بود و خیلی کتاب خون بود. بعد یه کتاب خونه، اون موقع نه ویدیو بود، نه تیوی گیم بود، نه پی اس بود، نه موبایل بود، هیچ چی نبود و تنها چاره ای که ما داشتیم اینه که
بالاخره تو سنگم باشی مثلا جلوی کتابخونه پر کتاب بشینی نگاهش کنی، بالاخره هوس می‌کنی یکیشو بری باز کنی بخونی دیگه. بالاخره ما شروع کردیم با هوس هنر آشپزی رو که دیگه من املت رو اونم خوندم، روزا منتظمی اونم خوندم. خب بعد خلاصه کتابا رو ما شروع کردیم دونه دونه خوندن و این کتاب‌ها مربوط می‌شد به عموها و عمه‌هامو که خیلی هم مناسب سن من در اون موقع نبود. به هر حال کتاب خوندیم و ولی دیگه بچه درس خونی شدم، سالی 4 تا تجدید می آوردم دیگه، 7 تا نمی آوردم. و مثلا مادر بزرگم هم زنگ می زد به بابام، اسم بابام فریبرز، میگه فریبرز تبریک میگم پژمان قبول شد، میگه یه ذره، میگم نه دیگه ستاره که دیگه، ستاره که دیگه چیزی نیست که، ستاره دیگه قهرمان دو ذره. آره دو ذره. و اینکه حالا گذشت تا اینکه یه آقای در استان گیلان به اسم آقای فرزاد دانشمند از نوازندهای بسیار خوب گیتار هستن، سبک فلامینکو می زدن و البته کلاسیک، بابام گفت آقا اگر درس بخونی باید یه گیتار میخرم. گفتیم به واسه ما میریم میخونیم. گفتیم آقا دو ضرب دیگه قبول کن دیگه، یه ضرب هم نشد دیگه دو ضرب دیگه، حالا تابستون هم از یه گیتار یاد بگیریم بریم پیش فرزاد دانشمند یاد بگیریم. خلاصه اون موقع تازه ساز آزاد شده بود، خیلی هم آزاد نبود خرید و فروشش و اینا، مثلا دستی میساختن، یه گیتار دستی میساختن. ما بهش گفتیم جعبه انگوری که روش سیم زدن، یعنی اصلا نوت دو رو میزدی یه چیز دیگه میگفت، بعد نوت پنج رو میزدی، یعنی مترونوم مثلا میگفت این دو ها ولی میزدی صداش یه چیز دیگه بود، اصلا نمیتونستیم تشخیص بدیم. حال به هر حال ما با همون گیتاره رفتیم، صداش ری بود، ری بود. یاد گرفتیم و تا اینکه و واقعا هم دیگه علاقه به سینما اجازه نداد که موسیقی رو آنچنان پیگیری کنم. یه سوال همیشه تو ذهنم از شهاب هست بپرسم. بله خواهش می‌کنم. یک شب تو خواب وقت سحر، اون شما خوندی؟ نه والا. چرا میگن تو هر جا سرچ میکنی میزنن شهاب حسینی؟ اگر تو جوابشو پیدا کردی من یه شب شام تو رو به هر جایی که دوست داشتی دعوت میکنم. واقعا نمیدونم. بخون حالا، باور کن نمیدونم، خودمونیم همه، به خود من اون من بخون. نیستم، من میتونم بزنیم آهنگشو بینیم. آقا میتونی بخونی همونه دیگه، ما مقایسه کنیم، یکی ضرر نداره. اونایی که موافقن آقای حسینی بخونن و ما مقایسه کنیم که صدای ایشون هست یا نه دست بزنن. ببخشید چی بخونم؟ نه نه نه، همونه. یک شب تو خواب وقت سحر، باور کنش سجاده چی؟ شهرزاده من شو سجاده شده من شهرزاد من آها یه چیزم مگه من واقعا خنگم تو حفظ کردن شعر. آخه به خدا من اون نیستم، به خدا اصلا نمیتونم حفظ کنم. تو برنامه رو آمادم رفتیم لواهنگر رو واسه همین همه رو پوشوندم چون هیچ یادم نبود. یک هفته هم هر روز داشتم گوش میکردم ولی امکانه. میخونی برامون اونو؟ اونو بلد نیستم واقعا، شعرشو بلد نیستم. بچه موسیقیشو میتونید بزنید برامون؟ حالا بالاخره یه دوتا ندیم بیدن. نه ولی اگه میخوای صدامو بشنوی که بدونی اونه یا نه؟ یا نه. یه لحظه قطع از زنده یاد مازیار به 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 ذهنم بسید. مازیار میگه ببخشید شرمنده دیگه، پژمان رفیقمه دیگه، اختیار داریم لطف کن فرموده باید اطاعت هم بش. از ما و من حذر کن، در خویشتن نظر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری، باید رسیده باشی من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره، وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که راه باشی هر سو پناه باشی، باید که مرد گردی پیوسته درد گردی، العاقل و اشاره، العاقل و
اشاره. وقتی که میتوانی ناگفته را بخوانی، خورشید را ببینی، در خویشتن بمیری، تا عرش پر بگیری. حالا این مثلا تا عرش پر بگیری. دیگر چرا نظاره، دیگر چرا نظاره، دیگر چرا نظاره. این خیلی، حالا اگر بعدن سرچش کردین، خیلی ترانه زیبایی از زنده یاد مازیاره. اگر بعدن سرچش کردین لذتشو ببرین، روحش شاد باشه. روحشون شاد. ببخشید دیگه، خلاصه دیدی فرق داشت درسته یا نه؟ ولی اونو بخونی بایدم. نه اونو نشنیدیم که، شنیدیم مگه؟ ما نشنیدیم. شب تو خواب وقت سفر شهزاده ای زنجوری تر نشسته بر اسب سفید. آقا خودش نه بابا باور کن اگر بودم بابا چه اشکالی داره. نه واقعا نه، این اصلا درست نیست، به خاطر اینکه اون بنده خدا واقعا حالا هنرمندیه که بله. من نمیدونم چرا هیچ وقت اصلا میدونی که خوندم معرف... نه والله جان. آره نمیدونم، به هر حال واقعا اون نه، اگر بودم خب چه اصراری به انکار بود. بله واقعا. خب نگفت آها داشتی میگفتی گیتار. پس گیتار. آره. هم رفیق برگ سبزی رو تحفه درویش تقدیمت میکنه پژمان جون. خواهش میکنم. به به. به به. راو. خیلی ممنون. آقا نمیشه من دستاشو ببرم با خودم. دستاشو. دستاتو میدی به من؟ یخ زده. من چشام میدم بهت. خوبه؟ قرمت دارم. یخ زده ببخشید. آخی عزیزم. آقا چقدر لهجه و پنجتون خوبه. قرمون شما برم. والا بخدا. پده شما بشن. اسم شریفتون رو بفرم. رضا چشم شب هستم. از رفاقتتون با سازتون بگین. یه 20 و چند سالی میشه. همیشه با همی؟ بله تقریبا. خونم میبریش؟ جان؟ خونم میبریش؟ چیزی نمیگن؟ خواهم هم هست. یعنی یه بالش داره بقل من. آخه. حتی این پسرمه. چند تا بچه داریم؟ 5 تا. 5 تا. البته یه دونم خانومم داره که تو راه یه مدیه بدونه میاد. ماشاءالله. به سلامتی. مبارک باشه. انشالله قدمش براتون پر از خیر و برکت باشه. قربون شما برم. و مطمئن باشین که درها به روتون باز خواهد شد. انشالله. خیلی ممنون. افتخاری بود واقعا در جمع شما بودن. خواهش میکنم. مهمانان عزیز، دوستان هنرمند. البته شما خودتون هنرمند هستین. جناب بازرگانی شما هم که دستی بر ساز دارید، من صدای شما رو هم بسیار شنیدم، لذت بردم. حالا زدن زیرش، ما گفتیم آهنگر ایشون خوندن میگن نه دیگه. من نبودم. نه واقعا اگر بودم. حالا کاش من خواننده این همین شاهزاده رویا رو همینجا به برنامه هم رفیق دعوت می‌کنم. از فردا همه دایرکت میدم میگم ما خوندیم. واقعا من دعوتش می‌کنم. قدمش رو چشم من بیاد اینجا بشینیم ببینیم این سوء تفاوت از کجا شروع شد. جون میگم باید خودتون رو دعوت کنین دیگه. منظورش اینه که ایشون هم باور نکردن. نه باور نمیشه. باشه آقا بنویس اینجا امضا بده جلو دوربین بگو آقا من نخوندم. خیلی ممنونم از لطف شما. برم و ما رو شاد کردین. انشالله که شاد باشین، سلامت باشین، خیر پیش. برم شما برم. خیلی ممنون و متشکرم. مرسی.
طراح لباستون کیه؟ یعنی طراح دارید دیگه؟ بله، طراحی شده. حالا اسمش نمیخوام، منظورم که ایده پشت این تیپاتو. یه آلبومی داشتیم به اسم 1340 که یه قطعاتی از موزیک دهه 40 رو اونایی که کمتر شنیده شده بود و یه ذره جیپسی جاز تنظیم کرده بودیم دوباره، بعد برای اون این ترکیب واسه آلبوم و ایناش انتخاب کرد. بانمکه خیلی بانمکه، چاخونه و خیلی خوشگل. موهاتون چی؟ کاراکتر داره اینا از اول چی اینا هم گلگیسته بچه ها. ولی واقعا حالا چیزی که دربارش صحبت میکردیم، این مهارت تو زندگی خودتون چقدر تاثیر داشته؟ ما فکر کنم دنیا رو با گروهمون دیدیم. کدوم دنیا رو؟ الان دنیا یه شخصیت خیلی مهم یا نکن شما میخوام بریم همون دنیا رو این دنیا. خب ما 13 ساله که با هم داریم ساز میزنیم، جدا از اون فامیل هم هستیم همه با هم برحال با دنیا. آقا پاساشونو بگیری اینا رو، اینا مشکوک دارن میزنن. بعد هی یواش یواش با تئاتر آشنا شدیم، با خود بندمون، بعد با تورای خارج از کشور رو و همینجوری با هم بودیم و دنیا و دنیا رو ای بابا. ای اون آهنگ دنیا دنیا دل من نشده از اینو شما خوندین؟ آره بعد کاور کنیم اونا. چشمش که نزدین این پشت. یه چشمایی بچه ها زدم ولی من اشتباهی نزدین. در نهایت تو بالاخره گیتارت به کجا رسید؟ گیتارم هیچی ول شد. دو تا آهنگ و یه آکورد و یه آکورد سردست یاد گرفتیم. اگر اون آهنگ گیتار رو با خودت نبر و با خود تمرین کرده بودی. آره. نه گیتارامو دارم، ندادم به کسی. داری؟ آره. خب. حتی اون 15 تومانی رو فروختم، بعدن یه دونه 80 تومانی خریدم، بعد با اون تمرین می‌کردم، بعد رفتیم سینما و تئاتر. حتی تئاتر که فقط بیشتر تماشاگر بودم. ولی خب سینمای جوان و اونجور داستانا دیگه خیلی نشد. من همین علاقه رو داشتم، بعد خب راست میگه ساز خریدنش آسون نبود. بعد رفتم بهارستان یه پولی جمع کرده بودم، رفتم یه دونه گیتار خریدم. از بس هول بودم یه گیتار روسی خریدم بهزار، 7 سیمه بود. خیلی دیگه دوست داشتی گیتارو. دو تا سیم هم اضافه داری. نه جدی ها، درسته 7 سیمه گیتار داریم؟ داریم. گیتار الکتریکه؟ نه خیر، گیتار یه گیتار کلاسیکه ولی واسه متال و ایناست. بهمن یه سیم بهم انداخته بودم. دو تا. ولی دو تا؟ نه، یه دونه، یه دونه اضافه بود. من چقدر دیگه شوتم. خب، پژمان جان. جان. بزنم با بچه‌ها شوخی کنیم ببخشید. نه، عالیه. حال دخترت چطوره؟ خوبه. تو اضافه نکردی؟ من نه. یه دونه. چرا؟ سخت بود. الان چند سالشه دختره؟ الان کلاس هفتمه دیگه، 13 سالشه. عزیزم، ماشاءالله. خدا برات نگهداره. سلامت. خیلی هم علاقمنده به بازیگری و جدی؟ بله. با تو بیشتر رفیقی یا با مامان؟ قاعدتا دخترها با مادرشون تو یک سنی بیشتر رفیق میشن. تو باش چجوری رفیقی؟ من خیلی پدر سختگیری نیستم. اهل گفتگویی باش؟ بسیار. مثلا خیلی مادرش میگه که آقا درس بخونه فلان آنلاین، میگم بابا ول کن، ما خودمون هفته می آوردیم، حالا این آره کن، حالا چه گیری میدیم به بچه. به نظر من بعد آموزی نشه، ولی 12 به بالا بقیهش باید آدم بشه. بقیهش اصلا مهم نیست که مدرکش چی میشه، 12 به بالا بقیهش باید بچه آدم بشه، یاد بگیره به مردم احترام بذاره، یاد بگیره به حقوق شهروندیش احترام بذاره، یاد بگیره به طبیعت احترام بذاره، به آدم ها عشق بورزه، یاد بگیره که یک آدم معمولی باشه، نه دختر پژمان بازقی، پسر شهاب حسینی. و این خیلی مهمترین چیزی که من فکر میکنم تو تربیت بچه های ما پژمان نقش... عملیش چجوریه؟ دختر من وقتی با من میاد بیرون، کسایی که من لطف دارم مثل همه عزیزانی که اینجا تو سرما حالا نشستن،
بعد نحوه برخورد من با کسانی که میان رو چی میگه انگار الان تو قطب نه اونقدر هم سر نه اون آقا رضا گفتش تو نباید بخوابی اون آقا رضا گفت پنجام یخ زده خواستم توجیش کنم آره فکر میکنم نحوه برخورد من با کسانی که دوستم دارن چقدر صبوری میکنم چقدر وای میستم چقدر بهشون احترام میذارم چقدر به کارم احترام میذارم چقدر سر وقت میرم سر کارم چقدر سر وقت برمیگردم از کارم اگر ببینید بچه ماها واقعا یه شهربازی نمیتونه بره ساده ترین چیزش که پارکه دلش میخواد دست باباشو بگیره با هم دیگه برن سوار تاپ شه این اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست یا اگر هم باشه با سختی میشه یعنی انقدر برای بچه سخت میشه مخصوصا کسایی که من همیشه از بچگی بهش یاد دادم مثلا لطف دارم مردم میگن که آیا بازی میتونیم عکس بگیریم میگم بله خواهش میکنم بعد میگه دخترتونم میگه بله میگم میشه ایشون هم باهاش عکس بگیریم از خودش بپرسیم دوست داره تو عکس شما باشه یا نه بعد اون موقع بچه تر میگفتم میگفت میان عکس بگیریم میگفت نه دوست نداشت یه جاهایی خسته میشد یه جاهایی چند روز پیش ازش پرسیدم اتفاقا شمال یه سه هفته‌ای که من کار میکردم پیش من بود بهش گفتم دختر پژمان مازیقی بودن چطوره خوبه یا بده گفت بعضی اوقات خوبه بعضی اوقات بده گفتم بعدیش چه جوری میگه تو مدرسه مثلا اولین بار روز اول که میرم مثلا بچه‌ها میان 5 بار 10 بار از من میپرسن دختر پژمان مازیقی هستی دختر پژمان مازیقی من خسته میشم دیگه انقدر جواب میدم ببین بچه‌ام تحت فشار بگو هر وقت کسی پرسید بگو نه پژمان مازیقی بابای منه میدونم جواب خوبی بود و اینکه یه جایی هم خب خوبه بالاخره لذت میبره از تماشای فیلم از دیدن فیلم فکر کنم هفته ای اون موقعی که سینما باز بود حداقل هفته 4 تا فیلم میرفت میدید میرفت سینما ولی به هر حال برای اونم سخته ما هم همه بچه‌ها اینا میگم باز الان میگن شعار همه بچه‌های این مملکت اینا بچه‌های خودمونن ما قرار که کار فرهنگی بکنیم اونا در آینده به اون چیزایی که ما میخوایم برسن دیگه غیر از اینا مگه ولی من اینو وقتی میتونم قبول کنم که یعنی باور کنم که همه بچه‌های مملکت مثل بچه‌های خودمونن که واقعا سر 4 راه‌ها که پشت چراغ قرمز وای میسی نبینیشون که دارن شیشه پاک میکنن دارن کارهای کاذب میکنن تو اون سن و سالا وسط 4 راه‌ها و یه بخشش واقعا یه بخشش واقعا دیگه دست ما نیست میدونی چی میگم یه بخشش دست دولت دست دولت مردم اصلا کار نداریم کی سر کار هست کی سر کار نیست اصلا در چه مقطعی از زمان داریم زندگی میکنیم الان همه همینجوری شدن شهاب بسیار مردم واقعا آدم دلش میخواد چه میدونم کاپشنشو در بیاره بده یه نفری که کنار خیابون تو سرما وایساده خیلی آدم آبرومندی هم هست خیلی آدم محترمی هم هست ولی چند تا کاپشن آدم باید بخره که این کارو انجام بده چه جوری باید این کارو انجام بده همین دیگه پژمان جون دنبال این جور چیزا داریم میگردیم بذار به نظرم انقدر صحبتمون گرم شد یادمون رفت پژمان رفیق فابریک تو قبلا ما هم یه رفاقتایی باش داشتیم عزیزم بله ما سریال تب سرد رو که کار میکردیم مهمون عزیز امشب پژمان که تاج سر منم هست خیلی بچه با عشقی بود چون خودشم اصالتاً مال همون طرف های شه سوار و تون کابونه و ما تو اون منطقه داشتیم کار میکردیم دیگه ما تو محلشون بودیم دیگه کم نذاش واسمون انصافاً پژمان نه اصلا بچه مشتی هم هست اصلا خیلی از مرام و از اون لوتیگری و از این باحال با عشق بودنش خیلی خوشم اومد و جزو کسایی که شخصا منم مثل تو بهش ارادت دارم بله حتما خانم آقایان استقبال میکنیم از دوست عزیز نازنین و دوست داشتنی و با معرفت هم پژمان واسقی بله. عزیز هم من آقای کامبیز دیرباز ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم بین یه دم عمر را غنیمت شماریم فردا کس این دیر فنا در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم Hey, dude.
چطورتم؟ سلام علیکم. سلام داریم ماهد کامبیز جون. مخلص ما هستی. آقا چه استایلی. I like that man. I like that. Good for you. خیلی خوشم. اساس نگو. خیلی خوشحالم. اساس نگو. مخلصم. عرض ادب سلام خدمت حضار محترم. خیلی چاکریم خدمت بینندگان محترم. همکارانت خسته نباشی. خیلی خوشحالم اینجا. خیلی خوشحالم منم میبینم و خوشحالترم که تو رو دوباره در ابعاد قبلی خودت دارم میبینم. یه دوره رفت که بخواد بکرم سنگین وزن. ماشاءالله. باریکالله. آفرین. باریکالله. دستم بر میگم. یه دوره رفت که گفتم داره میره سنگین وزن و مسابقات سنگین وزن. آره دست عوض کرده بودم. وزن عوض کرده بودم. آره. ما به همه گفتیم برای نقش در چشم باد بود. شما هم بگو برای همه بود دیگه. ولی گفتیم زرد. شما هم بگو زرد. خیلی سخت بود برگشت. دقیقا همینطوره. دنیرو هم همینو برای گاو خشک بود. خیلی مستوست. ما شیراش خوب. خوبی؟ خانواده خوبن؟ خدا رو شکر. شما هم میبینیم مگه میشه خوب نباشی؟ عزیز دلی. خدا رو شکر. چه میکنی با این اوضاع احوال کن بجیم؟ والا داشتم پارت اول برنامه رو میدیدم. گفتنی ها رو پژمان جون گفت. شما هم تکمیلش کردیم. به هر حال شرایط سختیه. امیدوارم روزی که این برنامه داره پخش میشه واکسن کرونا پیدا شده باشه. امیدوارم واقعا. ولی به هر حال نمیتونیم این شرایط رو شرایط بی اهمیتی جلوه بدیم، چون واقعا هر یک نفری که داره فوت میکنه یک خانواده دارن عزادار میشن. هم نمیتونیم زندگی رو به قول معروف استوب کنیم و بعد زندگی جریان داشته باشه. داریم میسازیم ما مثل بقیه مردم، سخت مراقبیم و امیدوارم که هر چه زودتر این بلا رفت شه و بره پیکاش. انشالله. سابقه رفاقتتونه که من خیلی وقت میدونم ما ارادت داریم. قربونت. ما پذیرایی گرم شما اون شهر سوار محله آره. بهشتمون یه بستنی فروشی از این ماشینی ها بود. وای یخ در بهشت میداد و بستنی. وای جاسم خالی. ما هرچه میگیم بریم بهشت، گفتیم بریم بهشت. یادش بخیر تروسرد. چند سال شده آقا حسینی؟ 86 بود فکر کنم. نه بابا 81 ما دوله تو تمام کرد. 81 بود. 81 یعنی 18 سال. بله 18 سال دیگه. 18 سال پیش. ماشاءالله تو تغییر نکردی داداشم. من یه سوال میتونم بپرسم اول معلوم چونه؟ این دیشب تو خواب وقت سهر شما جانم شما خوندی؟ یه دیگه اون میزده بودم. گفتم خوش کردم آقا شب بگو من خوندم. چرا هی اصرار میکنی؟ گردن بگیم. ولی روح مازیار خدا بیامرز شاد. من که کیف کردم اون پشتش رو میدیدم. مازیار همسرشون همشهری مان و خودشون بابلی هم اگه اشتباه نکنم. مازندرانی هم و چه صدایی. شما هم تنکامانی هستی درسته؟ من اصالتاً مال سادات محله رام سخت. بحبه چه جای زیبایم. پرچم بالا. الان من چیزی شبکه بالان داریم میریم. خیلی خب بچه‌ها شما خیلی باحالین. دمتون گرم. یه دست دیگه واسه این بند باحال. با پشمان خیلی گرمه. کامبیز رفاقت و رفیق این روزا چه تعریفی در حال حاضر برای تو پیدا کرده؟ این روزها که فرمش عوض شده شاب جون. رفاقت شاید بشه اینجوری تعریفش کرد، مثلا یک دوستی بی حد و مرز. یعنی دوستی ها حد و مرز دارن بالاخره، ولی رفاقت حد و مرزی تقریبا میشه گفت نداره. این روزا عوض شده، مدلش، میزانسنش، شکلش عوض شده به واسطه تکنولوژی که وارد زندگی همون شده. این فضای مجازی که به نظر من اگر ازش درست استفاده بشه خیلی هم چیز خوبیه. ببین به هر حال اون موقع ما در طول هفته یا در طول مثلا یک روز به چند نفر از دوستان میتونیم زنگ بزنیم، مثلا وقت میشه زنگ بزنیم سلام چطوری کجایی، ولی به واسطه این تکنولوژی و استفاده‌ای که ازش داریم می‌کنیم در آن واحد تو این گروه‌های مختلف مثلا از 30 تا از بچه‌های همکلاس دانشگاه هر روز با خبرم، از پژمان، سامی، فلان، بچه‌های سینما، بچه‌های دوستای خارج از سینما. و این به نظرم یادته
ما بچه بودیم این چیز خیلی جذاب بود برامون همیشه، این بیسیما، بیسیم پلیس. من همیشه میگفتم مگه میشه این اینجا حرف میزنه یکی مثلا توی شهر دیگه؟ الان هر کدوممون به این بیسیما مسلحیم به واسطه بله. و اینو میشه ازش استفاده خوب کرد در جهت رفاقت، در جهت چفت شدن محکمتر این رفاقت. مثلا من و شما الان رفیق یه روز دو روزه که نیستیم بله. رفیق بالای 20 سالیم، ولی شکل رفاقتمون با این تکنولوژی عوض شده. یعنی هر کدومون وقتی که بچه دار شدیم به هر حال ما هنوز همون 24 ساعت در طول شبانه روز رو داریم، بیشتر که نشده که. اون موقع هم که با هم رفیق بودیم 24 ساعت بله. داشتیم، ولی الان 12 ساعت کاری که بذار کنار، 7 8 ساعت خوابم بذار کنار، اون 4 5 ساعتی که میمونه، درست حساب کردم 4 5 ساعتی که میمونه به معلم ریاضیم سلام ویژه میکنم، خیلی مخلصم، ببخشید من سر کلاس غایب بودم، ولی آنلاین میخونی؟ شما درست یاد دادی من غایب بودم. آره، ولی 4-5 ساعته رو به هر حال ترجیح میدیم که بریم مثلا با بچه‌مون وقت صرف کنیم، ولی این معنیش نیست که رفاقت اون از بین رفته. من دارم میگم این تکنولوژی خوبه، به کمک اون اومده. منظورم اینه. من میگم یه ذره از در نفاشو. نه نه نه، اتفاقا میخوام واقعی حرف بزنیم. ببینیم به هر حال توی برنامه هستیم، اسمش هم رفیقه، یعنی بله. قراره که رفیق باشیم، قراره که بگیم آقا مثلا توی این سالها اگه رفاقت کردیم چیکارا کردیم چیکارا نکردیم. این 20 سال، این 20 ساله که عمری پیدا کرده به نظرم نیست همینجوری اتفاقی. آره، یه روز دو روز نیست که ازش نگهداری شده. قطع به یقین ما هم در طول این 20 سال دلخوری داشتیم از هم دیگه، کم رنگ آره شده، ولی هیچ وقت هیچ وقت از بین نرفته. میدونی چی میگم؟ هیچ وقت یعنی من فکر میکنم که پیدا کردن و نگه داشتن یک دوست در طول سالها خیلی راحت تر از اینه که آدم دوستای جدید پیدا بکنه. بله. میدونی چی میگم؟ یعنی قدر، گفتم اولشم که هر چیزی نوش خوبه رفیق کنش. یعنی من ترجیح میدم مثلا اگر یه روزی مثلا با کامبیز یا سام یا شهاب حسینی که سالهای سال اگه استیکاک کوچیک پیدا کردم برم ترمیمش کنم. یعنی رفاقت من اون روزهایی رو که ما در کنار هم گذروندیم، آره، اون ارزشش واقعا فوق‌العاده است. اینو من توصیه میکنم به همه کسایی که حالا در اطراف آدم زندگی میکنن. یه روزهای آدم رفیقشو تنها میخواد. میدونی چی میگم؟ من مثلا دلم میخواد مثلا یه روز با سام و کامبیز ستایی با هم دیگه بزنیم، بریم یه جا یه شب با هم حرف بزنیم. دلم واسه اون روزا تنگ شده واقعا. بله. میدونی چی میگم؟ میشه وقت باز کنه. بله درست. یعنی من واقعا دلم یک شب اون شبهای مثلا 20 سال پیش رو لازم دارم واقعا که ستایی بله. با هم باشیم. الان آقا شهاب که گفت راجع به تب سر، من داره یادم میاد واقعا الان اگه شرایطی مثلا یک سریال یک کاری بخوام بکنیم تو همون محدوده شهسوار و رامسر، فکر میکنم مثلا نیم مدل زندگی انگار عوض شده. تا میگن کات خدافظ، اینقدر آدمو خستن میافتن میخوابن، ولی اون موقع تا میگفتن کات ما تازه به قول شما میافتن روشن میشه بریم بهش. آره، تازه زندگیمون راه میافتاد. میدونی شاید با شما آخه خوش میگذره. خیلی هم ماشاءالله کامبیز خوش خوراک ها آقا بود. آقا بود دیگه یه بود الان ان شاء الله کبابای آخ میشناسه خود تمام خوشمزه فروشی های اونجا. یادش بخیر. سکانس رفاقتان ترین سکانسی که از گفتی شعله، ولی چیز دیگه هم هست که رفاقتان در سینما. در سینما فیلم مشترک با هم دیگه بازی نکردیم، ما یه دونه دوئل کار کردیم با یه مینی سریال، یه دونه مینی سریال که بوی بار بوی باران یمشه بوی باران در اصلی ترین همکاری اون همون دوئل بود دیگه. آره، و دوئل بود و رفاقت ما پیش از دوئل شروع شد. یعنی بله. یک سریالی بود به اسم پسران آدم که آقای درویش می‌ساختن. من اولین بار کامبیز رو اونجا دیدم و یه فیلم رفته بودم دختران انتظار تو سالن سینما دیده بودم و کامبیز اونجا دیده بودم. بعد خیلیم از بازیش خوشم اومده بود. و خیلی اتفاقی، یعنی سرویس که اومد دنبال من رفتیم در منزل کامبیز و گفتم اه شما دختران انتظار رو بازی کردیم، من خیلی خوشحال کردم و فلان اینا. دیگه هم سرویس بودیم، یعنی حرف می‌زدیم، گفتگو می‌کردیم. قدم رفاقت با یه ابراز، این سخاوت ابراز یه حس خوب شروع شد. بله. حالا من که مثلا دیدیش جملهش زیاده واسه گفتی. بله. حسن طرفو باید بهش بگی. بله. 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 انقدرم تو اون سکانس بامزه بود و بعد کلی راجع به پشت صحنه سکانس حرف زدیم. بله. و کلی راجع به پشت صحنه کار صحبت بله. کردیم و این باعث دوستیمون شد و تا به امروز واقعا ادامه داره. بچه ترانه نوستالژی که بین شما دوتا رفیق چیه؟ یکی از آهنگای همایون رو خیلی آره اونو که آره ولی کدوم؟
متاسفم برات یادت محسن چاوشی. آره اونم ولی سه نفره خونده بودن اونو، فرزاد فرزین بود، محسن چاوشی بود، یکی دیگه یادم نمیاد. آره ولی اون ترک همایون رو خیلی گوش میکردیم با هم، با سام ستایی. نه نه نوستم. آه نوستم. همون آلبوم بود. همون آلبوم بود دیگه. تقریبا همون آلبوم بود. قبل‌ترش بود. آره به نظرم. این که داری میگی مال چیزه. آرایش غلیظ ایناس. دیگه از همون دوره. فکر کنم تو همون آلبوم. از همون هنجره بود. از همون هنجره. آره. دوستان داریم این ترانه رو پخش کنیم. یه به یاد نوستالژیک رفاقت بین بله. البته اگر که دارین دومی رو پخش کنین که ریتم تندتری داره، حالا هوای بهتر، مال آرایش غلیظ رو. با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یا سننه هم یا سننه هم وانگه گل کن. با من سنما دل 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 یک دل دل یک یک دل کن. اینجا برو بالا، یه پروازه اصلا. ولی این یک شب تو خواب وقت سر نخوندی با نه اونو من نخوندم اونو من میخونیم جم به من خوروندن. این کار همایون شجریان یک آبروی یه دفعه از ما خرید. من انگلیس رفته بودم برای فیلم غلام، گروه فقط کارگردان ایرانی بود، فیلم بردار استرالیایی بود، بچه های صدا بردار اسپانیایی بودن، دستیار کارگردان ایتالیایی بود، مدیر تولید آلمانی بود. ای بابا. آره. با همه زبانات بلد می بودی؟ نه من که بلد نبودم، من بادی لنگویج. بعد خلاصه یه خود که صمیمی شدیم و اینا، یه شبی نشسته بودیم تا یه خود در واقع کارهای دوربین و اینا انجام بشه، یکیشون پیشنهاد داد که آقا اهل هر کی اهل هر کجاست با گوگل یه دونه از یه ترک معروف کشور خودشو پلی کنه. من رفتم خدای بلد چی کار کنم، چی کجا اینا، هر جون دونه دونه پلی کردم. گفتم چی؟ تعارف زدیم. حالا بفهم شما پلی کنید. آره من میرفتم حالا شما بفهمید. بهانه چایی بارم یه صندلی میامدم این برتر، تا اینکه خدا مدد و رسون ندا داد گفت با من سنمای شجریان همایون رو سرچ کن. چرا؟ به خاطر اینکه این گیتار الکتریکی که زیر این و اون ریتم درامز و بیس راکه در واقع بله. برای اونا خب این آشناست، این تم خیلی آشناییه دیگه اغلب موسیقیاش. گفتم این با ترکیبی که همایون کرده الان جوابه جوابه.
ما اینو پلی کردیم. آقا این فک بود که روز همین اینجوری شده بود. یکی دو تا برمی‌داشتی فکشون. من همین یه قسمتی که همایون این تحریر درشت رو میزنه در واقع لوازم تحریری بود. من اسپانیایی یا اینجوری شد. هی اون یه تیکر می‌ذاشتی می‌گفتی بچه‌ها اینجا شنیدین؟ هی مثل من که گیر دادم به تو. بی‌نظیره واقعا. فوق‌العاده آبرومون رو خرید. خدا انشالله روح آقای شجریان عزیز رو مورد رحمت خاص خودش قرار بده و فرزند برومندش رو برامون حفظ کنه انشالله. عمرش دراز باد واقعا. جواب من ندادی. چی؟ آقا تو برنامه هم رفیق شاه حسینی با کی میومد؟ آه یادش هم نمیره. نه معلومه کی یادم نمیره. آقا من یادم رفته بود. شیمی اول خوبی شد. آقا جان قربان مرا بگرفتی. خب ما از مخاطبین همرفیق خواستیم گفتیم لطفاً برای ما با ویدئوی موبایلتون پیام بهترین پیامی که میتونیم برای رفیقتون بگین و بفرستین. قراره که حامی محترم برنامه اپلیکیشن آب به بهترینش که توسط مخاطبین انتخاب میشه هدیه‌ای رو تقدیم بکنه. بریم چند تا از این پیام‌های خوشمزه رو با هم ببینیم. رفیقون یه دفعه پشتت بهش گرم باشه. رفیقونیه که باش بریم مسافرت به خوش بگذره. رفیقونیه که بتونی باش رشد کنی. رفیقونیه که از رشد و پیشرفتش خوشحال بشی. رفیقونیه که توی غمش باش شریک باشی. رفیقونیه که 5 سال توی یک مدرسه توی کلاس باش توی یک میز باش باشی. رفیق من یار دبستانی من با من و همراه منی. رفیق مثل کفش میمونه، رفاقت مثل جاده. دقت کن تو انتخاب رفیقت که وسط جاده پابرهنه نمونی. اگه همیشه به دوستت یک فرصت اضافه بدی میتونی دنیا رو برات شیرین شه. با دوست همه چه خوب میشه. وقت بخیر همکارای عزیزم. همیشه با همیم، با هم غذا میخوریم، هوای همدیگه رو داریم، مثل برادریم، با هم زندگی میکنیم یه جا، مثل خانواده رفیقیم. ر مثل رفیق، ه مثل هم رفیق، ج جونم فدای رفیق. خب میرسیم به لحظات بریز و به پاش. آه ببخشید اسم اون سازه چیه؟ جان؟ ترومبون. یه بار همینجور خالی بزن. پس حالا که داری میزنی مال پدرخوانده رو بزن. آره دقیقا میخواستم همه بگم. نه 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 مادر خوانده یه ذره خسته بود بامزه بود دست درد نکنه. مرسی. خب بعد این تیکر دراری برای بند ما. شما چی؟ شما سازی شما اسمش چیه؟ آقا وا بودین دیری. نه خب بامزه است دیگه. من همیشه چیه؟ خرابه؟ خرابه خرابه همینجا علکه گرفت. نه دیری شما آقا گیتار برین دست خودش بزنه حالا که داره من گیتار هم بردن گفت هر چند خون گیتار رو بخونده نبن گیتار هم برد بردن خدا خدا بریز به پاش چی بود آقا؟ بریم ریخ به پاش کنیم دیگه. آقای عرب بفرمایین خواهش میکنم. نماینده محترم رفتم؟ نه اومدن. آها من فکر کنم دارم میرن. دارم بابا کجا من گفتم دارم میرن. ببخشید من فکر کنم اومدین دست دادین رفتین. دارم بابا بنده خدا بچه دعوتش. به یکی گفتن کجا میری؟ گفت دارم میام.
حالا ایشون هم اومد. سلام عرض می‌کنم جناب حسینی، سلام جناب بازرگی عزیز، جناب دیرباز عزیز، تماشاگران محترم و مرد. مرسی. قربونت. بفرمایید. خواهش می‌کنم. تمام مردم عزیزمون میتونن با هشتگ هم رفیق من ویدیوهای خودشون رو مثل همین دوستان که منتشر کرده بودن در اینستاگرام منتشر کنن و از طریق اپلیکیشن آب گزینه هم رفیق در نظرسنجی ویدیوهای مردمی شرکت کنن. ویدیوهای مردمی که بالاترین رأی رو بیاره از طرف اپلیکیشن آب 20 میلیون تومان بهشون هدیه میکنیم. بسیار خوب. پژمان جون یه عدد بگو. من عدد دو رقمی فرق نمی‌کنه. فرق نمی‌کنه. من عددم 53 سال تولدم. 53. کامبیز جون 17. 17 رو از 53 بخوایم کم کنیم، 10 تاشو کم کنیم میشه 43، 7 تاشو هم کم کنیم میشه 36. 36. واه. 36. بفرمایید خواهش می‌کنم. واه. براش دست بزنید. بزنیم دفعه چندمه؟ سلام عرض میکنم. سلام از بنده، خوش آمدید. بفرمایید. مهرداد قاسملو هستم. آقای قاسملو بفرمایید. خواهش میکنم. اولا که تبریک میگم به دوستان. من خدمت بینندگان عزیز هست کنم و خدمت شما جناب حسینی. الان در حال حاضر خیلی ها سفر میرن با خودروی شخصیشون و مسافرت های زیادی میرن و اینا. بسیاری از بزرگراهای کشور عوارض نقدی دیگه پرداخت نمی کنیم، یعنی عوارضی رو همجور رد می کنیم، به صورت الکترونیک هست. ولی خب دوربین های توسط راهنمای رانندگی تعبیه شده که پلاک رو میندازه و بدهی اون عوارضی روی پلاک ثبت میشه. بله دوستان عزیز خیلی راحت میتونن در جریمهش 30,000 تومان. بله اگر تو 48 ساعت هم پرداخت نکنی توسط راهنمای رانندگی جریمه میشید. اپلیکیشن آب پیچکار است، واقعا خود راهنمای رانندگی جریمه میکنه. ولی دوستان عزیز میتونن از طریق اپلیکیشن آب گزینه خودرو عوارضی و طهر عوارض بزرگراهیشون پلاک رو ثبت بکنید، هیچی دیگه نمیخواد. پلاک رو ثبت بکنن، استعلام کنن، ببینن بدهی دارن یا نه. اگه بدهی دارن پرداخت کنن که مشمول جریمه نشن. حتی یه اتفاق دیگه داخل تهران افتاده، شما اگر خودروتون رو توی بعضی از نقاط تهران پارک بکنید، دوربین‌های سیاری وجود داره. بله. که پلاک شما رو میندازه و هزینه پارک خودرو رو دوباره رو پلاک شما ثبت میشه. و در تهران بعضی از نقاطش، اصفهان، شیراز و حتی شهر کاشان هم این اتفاق افتاده و مردم عزیز مجددا میتونن از طریق گزینه پارک حاشیه‌ای، اسمش پارک حاشیه‌ایه، میتونن پلاکشون رو ثبت کنن و بدهیشون رو پرداخت کنن، چون زمان فروش تمام اینها باید بدهیاش پرداخت بشه و مشمول جریمه میشن. طرح ترافیک داخل تهران هم که زوج و فرد و طرح ترافیک و اینها رو همه رو میتونن فقط پلاک رو ثبت کنن و بدهیشون رو پرداخت بکنن. بنابراین خدمات خودرویی گسترده ای. بدهیشون رو پرداخت بکنن یا شما براشون پرداخت بکنید؟ نوه شب تا چهار صبح کاری نکردین؟ نه اون واقعا به ما بربود نیست. ولی همه مردم عزیز از زمان پخش این برنامه اگر هر کدوم از این خدمات خودرویی ما رو استفاده بکنن و پرداخت بکنن بدهیاشون رو، که باید هم قطعا پرداخت بکنن زمان فروش، هر کدوم رو پرداخت کنن، ما قرعه کشی میکنیم به 3 نفرشون 1 سال بنزین رایگان تقدیمشون میکنیم. ببینندگان عزیز، بنزین رایگان یعنی بنزین رایگان یعنی چی؟ بنزین بله. رایگان به بینندگان عزیز، یک سال به بینندگان عزیز، یعنی کارتشون چی میگیم که بتونن رایگان نه خیر ما لیتر هر ماه رو حساب میکنیم. آها. که مثلا چند لیتر مورد نیازشونه آزاد هم حساب میکنیم. هزینه‌ش رو خدمتتون. شما براشون حساب میکنین یا خودش هر چقدر مصرف کرد؟ نه هر چقدر مصرف نه که حالا نداره ما... یعنی بله بدون محدودیت سوپر بزنه چی استاد؟ آها سوال خوبیه، آفرین. بنزین سوپر آقا فرق نمی کنه، حالا 500 تومن گرون تر. حالا من سوال اینه بنده خدا قاسملو واسه این جایزه میگه به تو شو چی؟ من اضافه کنم یه تو اون منوی که شما گفتی اولاد شما استفاده میکنم، یک در واقع آپشنی داره پرداخت اتوماتیک، اونو اگه فعال کنن دیگه لازم نیست برن سر بزنن، از تو کیف پولشون اتوماتیک کم به میشه. افتخار آقای دیرباز عالی گفتن، یعنی آقا خیلی بحثاشون رو هم اضافه کنم. افتخار میکنیم که من استفاده هم باعث افتخار ماست که شما استفاده میکنید از اپلیکیشن. آقای قاسملوی عزیز، بله دوستان عزیزم به خاطر اینکه خیلی خوش شانس بودن و به پاس حضورشون تو این برنامه، دوستان عزیزم 1 سال بنزین رایگان از اپلیکیشن آب میشه. قاسملو دارم آقای قاسملو راضی هست. آقای
قاسملو تبریک میگم بهتون. تا میتونیم دیگه حالشو ببریم. خیلی ممنون. امشب هدیه خیلی خوشمزه بود. جذاب. دست درد نکنه. خیلی مخلص. و برای این دو بزرگوار چی؟ بله دوستان از اون که واقعا باعث افتخارمون هستن و خیلی هم دوست داشتنی هستن، ما هدیه‌ای براشون در نظر گرفتیم. خیلی خدا ماشین نباشه جان، تو رو خدا ماشین نباشه فقط. خب پس ماشین رو نیارید تا زنده‌اش. خیلی خیلی ناقابله واقعا. ما با توجه به سرچ‌هایی که کردیم و دیدیم که دوستان به چی علاقه دارن، حالا سرشون هم تکون میدن، من فکر کنم متوجه شدن. سبز برای ایشونه، مشکیش هم برای ایشونه. دستور بیارم. خواهش میکنم. خواهش. من موتورم سر. مشکی رو بیاره. خیلی متشکرم. مرسی. متشکرم. مرسی. خیلی متشکرم. مرسی. بچه ها بخونیم تولد کیف هدیه می که آدم بازش کنه. یا شما رو فوت کن. خیلی هم ممنون. خیلی ممنون. متشکرم از شما. نه اینجا برنامه زنده نیست. باز کنیم. باز کنیم. بله باش. باز کنیم. بله البته با کسب اجازه از آقای دیده شود هر که پسندیده شود. باسم لوبیا چرا ویلا ندادیم کنار دریا ندادیم. باسم لوبیا آقا قدیما یادت کاغذ کادو اینا کم بود. حالا نمیدونم ده پنجه چند نفر اینجا داریم؟ کم نداریم. یه چند نفری هستن. بعد میگفتن گفتن اینو یه جوری باز کن داریم میریم تولد بعدی خراب نشه. کادو کاغذ کادو نیست. یاد هست کاسکت فلان فکر کنم کاست گفتی سبزش مال پژمانه. ما پرسیدیم موتورم سبز آخه. گفتن موتورشون سبز. آره مرسی. کالا کاسکت. مگه موتور سوارشون بچه‌ها؟ آره بابا یه گروه موتور سوار شهر خارج شهر. آره من موتورم شماله. آره موتور داریم. آره موتور سواریه خیلی بچه‌ها میکنن. آره مرسی مرسی. ما دیگه شهر دوستامون هم هست موتور سوار حرفه‌ای. بهترین کیفیت و خدمت شما تقدیم می‌کنیم. مرسی. چه اتفاقا کار خوبی کردید برای اینکه ما میتونیم بگیم تمام موتور سواران کاسکت بذارن سرشون. با نه به خاطر شمال. شمال واقعا کم میذارن. شمال واقعا کم میذارن. من اینو باز کنم که جلو دوربین نشون بدید. شاید جدی ها برای این به عنوان کادو یک دوست به دوست، به خصوص دوستایی که دوستای موتور سوار دارن، این هدیه خیلی هدیه خوبه. خیلی بابا به به آستا روستا بیبی. خیلی ممنونم. مبارک. بسیار ارزشمنده. ما مالمن نمیخواد باشه. راضی نیستی؟ نه اختیار داری. مال شما وسپاییه بدون فک. آره مال من بدون فک. چون میدونن سرعت من بالاست، مال من با فک دیگه. به به اون میاد. خیلی شیکه. آقا دستون درد نکنه. مبارکتون باشه. ناقابله ناقابله. خیلی هم خیلی هم با ارزش و خوبه. دستون درد نکنه. زنده باشید. قربون شما. سپاسگزار. خیلی ممنون. همیشه واقعا تو گروهمون خامبیز یکی از کسایی که تو گروه میذاریم میگه بچه‌ها بیاین مثلا موتور سواری فلان اینا، من امروز موتور اومدم بیرون حتما کلا بذارین. آره ما هم میذاریم. من خوب واقعا من رعایت کردم. خوش استایل تره موتور سواری با کاسکت. زیباتره. خیلی خوشگل تر آدم میبینه بیشتر دوست داره. یعنی حتی برای سلامتیتون هم اگر ارزش قائل نیست برای خوش تیپی بده. برای خوش تیپی بده. زمستون خدا رو شکر چون دستون درد نکنه. ولی تابستون مشکل داره. بجان تیبک گذاشتن توش. مرسی خیلی ممنون. مبارکتون باشه. متشکرم آقای عرب. خیلی مخلصم. امشب انصافا پیک شادی برازنده شما بود. متشکرم. دست شما درد نکنه. مرسی مبارکتون. خدا به به مرسی از شما. من چرا؟ من کاری نکردم. به هر حال شما هم که صحبت موتور داشتین میکردین گفتین قدیما شهاب موتور دفتر. آره شهاب موتور داشت. آره. سوار بود بابا. ولی بعید میدونم دیگه شما سالها سوار موتور نشدید. من نه دیگه. نشد. علاقه هم نداری الان؟ از وقتی کاسکت مود شد دیگه حالا. کامبیز پژمان امشب برای تو یه هدیه آورده. برای من؟ بله. بله. بابا رفیقین باندی شما بود کردید. اتفاقا من داشتم میدیدم پشت صحنه گفتم اه یه چیزی هم گفتم پژمان باز دوباره این کار. بعد بچه‌ها گفتم آورده برای شهاب. گفتم ای خب به منم گفتیم من دستخالی نمیبرم دیگه. یه توضیح من بدم راجبش. آره.
تو حدس بزنه یا نه میدونم بزنه. حالا حدسش این چیزی بود که تو خونه داشتم. خب برای اینکه اولا قرنطینه است، همه جا تعطیله، یعنی اون چیزی رو که من میخواستم بیارم مال خودمه، یعنی با عشق آوردم براش. اینکه حالا حدس بزن. خیلی سخته آخه. بوم؟ نه بوم؟ نه بوم چرا؟ فکر کنم برای ست ارتشی کامبیز یه ست نارنجک براش آورد. آره کمربند انفجاری بود. یه کوچولو رو راهنمایی کنی در حد مثلا چیه میدونم جواب میدونه تو چیه؟ نه من نمیدونم. مجسمه میتونه باشه ولی تو خونه مجسمه هم میتونه باشه. میتونه باشه. بذار بازی کن. آها بازی کن. آها پانتومیمش کن. خب یک کلمه است. خب یک کلمه است. کلا. خب کلاه کاسکت، کلاه موتور سواری، کلاه دو چرخ سواری، کلاه اونو فراموش کن. خب اونو فقط راهنمایی. خب موتور، خود موتور، ما مجسمه موتور. آها مجسمه موتور. خیلی مرسی. خیلی باحال. ان شاء الله دو سال دیگه واکسن اومد ما چم کنیم. خیلی باحال. خیلی باحال. خیلی خوشحال. این تو دکور خونه خودم بود. آره من نداشتم. آره چه هارلیه. آره چون خسته کلاسیک. خیلی قشنگ. دیتونا مدل دیتونا نه؟ بزن بریم صفا. فکر میکنم آره آره. مرسی. محکم بشی باد نبره. مرسی آقا حسینی. من چه قضاوت بی جایی کردم. گفتم این پژمان کاش به من میگو من دستکالی نمیومدم. ولی ببین بازیگر خلاق اینجوری ها. این همه شب من اینجا نشستم به ذهنم نرسید که حدس این هدیه میتونه به طریقه پانتومیم اجرا بشه. امشب بجمان یه بخش به برنامه ما اضافه کرد. جایزه بازقی. بچه ها یه حتما که دل نمی کنیم و اینا ولی به هر حال کم کم بریم برای جمع‌بندی. حواسمون نمیدونم چقدر هست نیست. اتفاقا چند روز پیش اینجا همینجا صحبتش شد. آقا شوخی شوخی باز پایان سال 1399 قرن اخیر تمام میشه و ما وارد یک قرن جدید میشیم. حس و حالتون چیه نسبت به این موضوع؟ من خیلی فکر میکنم جدیدم به این موضوع. تو هم فکر میکنی؟ بله. تو بگو شما اول بزرگتری بفرم. عرضم به حضور شما که بچه که بودم مثلا تو روزنامه میزد پیرمرد 55 ساله‌ای در اثر مثلا صاعقه در فلان روستا درگذشت. من میگم خب راست میگه دیگه، 55 عدد پیریه دیگه، مثلا ما 8 سالمونمون 55 سالشو خیلی پیرتر از ما. چند تا حال عجیب دارم. یکی اینکه اولا سنمون داره میره بالا، باورمون نمیشه، و اینکه ما داریم دو قرن رو تجربه میکنیم. یعنی این برای هر کسی ممکن اتفاق بله، نیفته. منظورم اینه که این که ما هم اولا خیلی اتفاقات رو پشت سر گذاشتیم، این هم نسلای من، و بعد اینکه داریم حالا یه قرن وارد یه قرن جدیدی میشیم. بعد مثلا میزنن پژمان بازقی ولادت 1353، چی می‌نویسن خواب ابدی چی 1497. دور از جون چه لفظیه بابا. میگی نه خب بامزه است دیگه. نه آقا چه بامزه نیست. نه ان شاء الله که 120 سال از همین الان زنده باشی. به هر حال همینجوری که گفت فجمان برای هر کسی شاید پیش نیاد. یه شانسه که حالا بازی با اعداد یه بارم ما حالا درسته به ما ارتباطی نداره، ولی تو سال 2000 هم این اتفاق ما از دور دیدیم. بله. حال ولی خب به ما ارتباطی نداشت، میلادی بود، ولی این دیگه به تقویم خود اون ارتباط داره. من فکر میکنم یعنی با عقل باز بچه ها مزاهم بچه ها شدیم. خوب بود؟ چیه اون پشت؟ حالش رو گرفتم. اینجا خنده باز اینجا حسینی رجیه داره سر صدا میکنه. خدمت شما عرض شود که سوای مسئله عدد بازیش و این حرفا،
به نظرم باید از این ماجرا، یعنی من سعی میکنم که به عنوان فرصت استفاده کنم. همیشه هر سال وقتی که نوروز میشه این حس رو آدم داره، میگه نو شد، یه دنبال یه ریفرش کردن، هم دنبال اینم که کارهای بدم رو دیگه نکنم، بذارم کنار، تقسیم کنم. ولی این دیگه واقعا یک نقطه‌ایه که به نظرم خیلی نقطه خوبیه برای خود من در زندگیم، که آقا کامبیز دیرباز رو تقسیم کنم به قبل از 1400 و بعد از 1400. اون کارهایی که دلم نمیخواسته بکنم و یعنی یک خط ایجاد میشه برام که بگم آقا اونا مال قبل از 1400 بود، از اینجا به بعد میخوام اونجوری که دلم میخواد، امیدوارم خدا کمکم بکنه بتونم اون کارا رو انجام بدم. به نظرم خیلی فرصت خوبیه. تو چی پشمان؟ میگم برای من خیلی عجیب بود، بیشتر به دخترم فکر میکنم. یعنی اونا وارد یک قرن جدید دارن میشن، تو اون قرن قرار چه اتفاقی بیفته، از 1400 به بعد قراره دنیا چه شکلی بشه، تا 1399 که کرونا فعلا یقه ما رو گرفت، بعدش قراره چه اتفاقی بیفته. یه ذره بیشتر نگران میشم راستشو بخوای. نه ریفرش و اینا نه. من روزی که رفتم پیش مهران خان مدیری، بچه هم تازه دیگه 2 سالش بود، همش فکر میکنم مثلا 80% برنامه رو راجع به نگرانی این حرف زدم که آی من 18 سالگی بچه همو میبینم نمیبینم فلان اینا. الان یه خورده که فاصله گرفتم به این نشه رسیدم که اونی که اون بالاست اگر بخواد میبینم، اگرم بنا نباشه که نبینم نمیبینم. همون جوری که من و تو، ما تو نسل ما با مشکلات بزرگ شدیم، بچه هامون هم با مشکلات راهشون رو پیدا میکنن. بله. انشالله بدون مشکل بزرگ میشن. فقط باید یاد بچه هامون بدیم که بندشون با اون بالایی پاره نشه. بله. بقیه رو 1400 1500 1600 میره. معلم ریاضی کن. معلم ریاضی ببخشید 1600 اشتباه بود. همین میره جلو. بندشون با اون بالا اوسکرین پارا نشه درسته همه. انشالله. امیدوارم که این لیاقت رو داشته باشم بتونم به بچه‌ام اینو یاد بدم. همین یه جمله رو فقط بهش یاد بدم تمام. چی یاد بدی منم بگم همونو بگم. چشم. اس ام اس میکنم. احساس اینو داریم که میشه دوباره متولد شد، یعنی میشه این شروع این قرن یه جور تولد دوباره هم باشه حالا میشه، یا یه چیزایی رو با خودمون از قرن قدیم اصلا نبریم بذاریم بمونه. آره عرض کردم قبل از اون و بعد از اون. آره. بدی ها رو نبریم، خوبی ها رو با خودمون ببریم. به هر حال یک از این قرنی که گذشت تقریبا 50 سال شما دیدیم دیگه. بله. نیم قرنش دیدیم. بدی های اون نیم قرن رو بذاریم کنار، بریم حالا ببینیم خدا میخواد تا کجاش زنده باشیم. ان شاء الله که تا پخش این برنامه من زنده باشم. ان شاء الله بابا چرا که نه. چی گفتم؟ ما کم کم برنامه رو به پای میرسونیم که دوستان اونور به کارشون برسن. آره. خیلی خب. همرفیق با عشق تندیس رو میخواد تقدیم حضورتون بکنه. پژمان عزیز، کامبیز گرامی. قربان چه برم. تندیس همرفیق رو لطفاً محبت بفرمایید. پژمان عزیزم، پای دنیا عشق و آرزوهای خوب برای خودت، خانواده عزیزت، تداوم رفاقتت و رفاقتمون با عشق. این تندیس رو به همراه انگشتر که مزین با ارزش با نام یگان رفیق هست، روش حک شده یا رفیق. خیلی ممنون. و کامبیز عزیزم، با یه دنیا عشق و محبت اینو به مرام مردونه و جوان مردانه تو تقدیم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی هم جایزه هم بسیار زیبا به رسم. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. و برای شما از خدای بزرگ شادکامی و شادابی رو که
همین الان دارین رو همیشه براتون آرزو میکنم که بتونین همواره خیر و ثمرش رو به بقیه هم انتقال بدین. الهی آمین. دلهای ما را به هم نزدیک بگردان. آمین. الهی آمین. و به امید دیدار شما تا یک هم رفیق دیگه. خیلی ممنون. مرسی. مرسی جواب. دل تنگم نمیدونی یه شعر کامل به نظرم که بلند میخونم تو دلم تا برگردی پیشم. بیرنگم نمیدونی وقتی دور فاصله باید برم با اونجا که تو باشی کنارم تو شب تارم. میشه بردار روشن اگه باشی همیشه با من که باشی با غم‌ها دشمن بده دست تو به من. Boss.